و باطل یاد آمده است. جایی در نظام کل جهان واضح که کل جهان بحث می‌کند که آیا این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی که اون چنان که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد، آیا این چنین است یا نه؟ در نظام کل عالم به هستی باطل راه دارد، یعنی هر چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتند که نباید در اونجا قرار بگیرند، این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغوی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائلی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بگذارید، شاید یه وقتی توجیهی درش عرض شد. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود که راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق است و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در اینجاها مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد
یعنی یک نوعی جنگ میان حق و باطل، میان بایستنی و نبایستنی، به تعبیرهای مختلفی میشود گفت میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جند شیطان، چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود. ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که اصلی وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر تکیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما می بینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام میبرد، میبینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام میبرد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلوی راه آدم را، جلوی راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را ثابت کند. ما در برای اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم، اون بحث اون قسمت اول می شود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع. و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنه‌داری هم هست. این یک دو جلسه، یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمی شود جمع آورید. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر می شود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم، کل عالم هستی، نظامش نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بحث مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کردند و میکنند، به قول مولوی دو علم افرا، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ادلیس راه، دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم ضلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلمت. این قهران مربوط می شود به انسان. آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حقجو و یک موجود حق طلب و یک موجود نورخواه
و عدالت ها و ارزش ها هست یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم است. در اینجا چند نظر می توان داد. اون چند نظر این است، یک نظر این است که انسان به حسد جنسش، از جنس انسان چنین است، جنس انسان جنس شریر و یک جنس بدخواهی است و اگر در تاریخ زندگی بشر خیلی اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده. یعنی اگر انسان را به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار می کند به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی می کشاند، جبر انسان را دعوت می کند به خوب بودن. می دونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین را در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است که انسان به حسب جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد و او را از بین ببرد و او را فدای خودش بکنه. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقدار اینجور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسان‌ها وقتی که در مقابل دشمن‌های دیگر قرار گرفتند که طبیعت باشد، حیوان‌های درنده باشد، حسابات کردن که اگر با یک دیگر متحد نشند و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلاه همشون پس معرکه است. یعنی نمی توانند در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنند، طبیعت بیجان، و نه در مقابل طبیعت‌های جندار می توانند خودشون دفاع کنند. اجباراً بر خودشون تحمیل کردند که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشیم، دیگه دیگر کار نداشته باشیم، دیگه دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای اینکه نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب باشه. این مثل این است که دولت هایی با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کرستر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر میشن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که از بین رفت جنگ میان خودشون در میگیره. هر جمعی به اون دلیل جمع است که در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته. یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. برهادا هر جمعی در دلیل اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه. دو گروه میشن، باید به یک دیگر میشن. تا
وقتی که دو گروه وجود دارد دو جان با یک دیگر خوبن. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت یکی باقی مون بلون یکی دو رفته بشید. و همین جور اگر همینجور اطلاع پیدا کنند دو نفر هم باقی بمانند دو نفر در جنبه های تعالی با هم دیگر می جنگم. این نظریه می گوید از عصر در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر می‌بینید، می‌دونید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده، طبیعتش اینجوریه. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می‌نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادم. بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر، در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر را قابل اصلاح نمی‌دونن، به طرز اصلاحی قابل نیستن، مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی‌کنن. یه این معنی نداره. حتی بشر این مثل این است که ترسون که به سج گرنده کسی بخواد یه قانون درست کنه که سجا خود بشه، یک طبیعت گرندگی دیگه نیش اغرب نه از ره چین هم افتضای طبیعتش این است. وقتی که طبیعت اغرب گرندگی شد این دیگه سج و قانون درست درست کردن معنی نداره. حتی این گروه به تاریخ بشریت به یک چشم بسیار بدبینانه این نگاه می کنند، در حدی که هیچ گونه چیز اصلاحی را قبول ندارند و می گن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست. و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز می کنند، میگن چون حیات زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش را از این شر نجات بده زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این پلید صادق هدایت گرفتیم، خیلی پاشید در میان مردم. این فکر می کنید فرنگی ها گرد. این یک نظریه. نظریه دیگر عکسی این هست. می گوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر بر خیر است، بر حق است، بر درستی است، در این است که بر راه راه برود. این احراق بشر به راه چپ و راه چپ، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود. اصل در جد طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و اخلاق و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان را فاسد می کند. فیلسوف معروفی فرانسوی که اسمشو حتما مقررم شنیدید، ژان ژاک روسو، کتابهای خیلی زیادی دارن. یک کتابش این کتاب امیله، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فرضی که او در فرضش در این است یک همچه کودکی در اختیار او و او رو در تربیت میکنه از اول
بچگی از اول کودکی شاید از دوران شیرخوارگی از تو تا وقتی این رو بزرگ میکنه میخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتاب های دیگه حالت کرده این مرد اساس نظریهش این است که انسان طبیعی یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی‌ها، ناپاکی‌ها، همه اینها را جامعه به انسان تحمیل می‌کند. بلده یه آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. کسش هم این است که یه تا حد ممکن بشر رو باید به طبیعت برگردوند. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان را از طبیعت دورتر می کنه، به جوری که حتی انسان را از طبیعت باز می گیرد. یه هر که انسان از طبیعت باز گرفته بشود آسفتر می شود، و هر چه که انسان به طبیعت اولیه نزدیکتر باشد به انسانیت نزدیکتر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همه نظریه ای را دارد کم و بیش، چون خود روسان یه مرد مذهبی همه نظریه ای را دارد که ما در اسلام از او به نظریه فطرت تعبیر میکنیم. میبینی که خدای متعال انسان را در فطرت درست و در فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیک به این نظریه فردن زن نظریه جانجاست، خیلی نزدیک به مثل این جمله. فرمود که کل مولودین یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان عبداه یا بعد عبداه شد انم نداشته باشد یا حضدانه و یا نصرانه و یا مجلسانه. فرمود به این که هر بچه ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، این انحراف ها به صورت یهودیگری، نصرانیگری، مجوسیگری که نه ضرب المثل نه هر انحراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی به دست اینها صورت میگیرد. بعد پیغمبر اکرم این رو مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفندارها، شتردارها، اینهایی که زیاد دارن برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میگذارن، مثل اسبهای ارتشی را که روی سم اینها علامت میگذارن، ولی معمولا گوسفندارها اینها روی گوش علامت میگذارن. یکی مثلا گوش گوسفندهایی که سوراخ میکنه، یکی نه، یک مثلا طرف راست گوش راست را طرف گروش مثلا میبره در یا یک دره مثلا علامت دیگری میگذاره، یا توی از سر گوش مقداری میبره. در شطرها من این کارو میکردم. پیغمبر اکرم فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون گوشاشون میبرید، جده ها میکنید، هیچ وقت دیگر از مادر که اینا متولد بشن جده ها متولد بشن، باز همیشه این حیوان ها سالم از مادر متولد بشن، بعد به دست انسان هایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همینجوره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، این انحراف ها، تجربی ها، ظلم ها، دروغگویی ها، خیانت کاری ها، شرارت ها، افساد ها، نوعیه آدم کشی ها، این ها بعد این عوامل است که بعد تحمیل می شود به فرزند انسان. نه البته اگر افراد اینا صالح نه فرمود هر پدر مادری مخصوص در بالمثل برای اینه که این عوامل اینو می هستن. این هم یک نظریه. پس طبق این نظریه اصالت با حق هست. نظریه اول اصالت را از آن باطل می دانید، حق را یک امر طبعی و تحمیلی می دانید
که به اجبار افراد خودشون به خودشون تعمیل میکنن. این نظریه درست در عکس است، یعنی یک نظریه ایست که بر اساس خوشبینی به طبیعت بشریت، به جنس بشریت، به ساختمان بشریت، عقل را در ساختمان بشریت درستی و حقانیت و بر راه راست بودن میداند، انحراف را معلول علل خارجی، علل عرضی و به اصطلاح فلاسفه علل اتفاقی، یعنی علل طبیعی، از نظر علل طبیعی، علل فکری، علل درونی، یا تغییر انرژی، از نظر حرکت دینامیکی انسان، حرکت در ظاهرات سرات مستقیم، از نظر تغییرات عرضی، اتفاقی، مکانیکی، بیرونی، دقیق در انسان تحلیل می شود. نظریه سومی وجود دارد. این نظریه سوم در این 100 ساله اخیر پیدا شده است و ترکیبی از چند نظریه است. این نظریه که در 100 سال اخیر پیدا شده است مبتنی بر چند اصل است. یک اصل بود، اصل روانشناسی از یک نظر و جامعه شناسی از یک نظر دیگر است، و اون این است که ادعای اساسا آمدن گفتن آقا اصلا انسان فاقد غریزه است و فاقد فطرت است. انسان نه خون است و نه بد. اون نظر اول میگه انسان به ذات شریره، خوبی به تعمیل میشه. این نظر که نظریه اسلامی بود میگه انسان به ذات خیر است، بدی از بیرون به تعمیل میشود. این نظریه میگه آقا اصلا انسان نه خوبه و نه بد، در ذات خودش. چرا؟ چون میگه این چیزهایی را که شما به نام غریزه مینامید هیچ کدام از اینها غریزه نیست. انسان همه چیزش در جامعه شکل میگیرد، یعنی همه جهازات روحی او در جامعه شکل میگیرد. این یک اصل که از یک نظر به روانشناسی مربوط می شود، چون میخواد غریزه های روانی را انکار کند. از یک نظر دیگر به جامعه شناسی مربوط می شود، چون میخواد دیگه اون چیزایی که تا حالا به روانشناسی مربوط می دانستن اصلا مربوط به روانشناسی نیست، به جامعه شناسی مربوط شد. تمام این چیزایی که امروز ما اینها را فکر میکنیم، مثلا غریزه، میگیم غریزه اخلاقی، مثلا ما میگیم غریزه اخلاقی در انسان چنین ارتقا میکنند، میگم نه، انسان غریزه اخلاقی ندارد. جامعه است که این را به انسان فرد میدهد، آدم خیال میکنه که این را از جنس خودش دارد، در غریزه خودش دارد، نه، انسان در غریزه خودش دارد. انسان به حسب عقل، این هم میگن مثل یه ماده خام هست که تعبیر یه کارخانه دیده، مثل یه پنبه یا پشم. شما یه پنبه ماده خام هست، تعبیر یه کارخانه میدید. این ماده خام، حضرت اگه بپرسید آقا این ماده خام این میخواد چی میشه، این خودش اقتضایی چی دارد؟ اقتضایی دارد که مثلا شلوار میشه، اقتضایی داره پاسونی نخی بشود، اقتضایی داره که بعد به صورت یه فرش در بیاد. این چیز یه ماده خام، این تعدید این کارخانه میدن، کارخانه به هر شکلی بخاطی به در بیاره در بیاره. یا مثل یه نوار زبط صوت هست، نوار خالی زبط صوت، نوار خالی هیچی پیش نیست ولی آماده است که در این زبط بشه.
هر که شما زدتوش در مقابلش بعد از این که میزنش گردی به درد متصلش گردی از کنم که اون دغمش را درست زدی، هر که شما دیگه در همه رو به شما تعبیر میده. قرآن بخونی قرآن تعبیر میده، شعر بخونی شعر تعبیر میده، نقل بخونی نقل تعبیر میده، فوق دیدی فوق بتو تعبیر میده، مدعو بخونی مدعو بتو تعبیر میده. انسان یه همچه موجودی، پس انسان در ذات خودش نه غریزه خوب دارد و نه غریزه بد، مربوط به عوامل اجتماعی است. عوامل اجتماعی یعنی سلسله عوامل پیچیده، ممکنه افراد جامعه خودش رو خوب بسازه، ممکنه عوامل جامعه خودش بد. کارگاهی که در فلان کارگاه مثلا زندگی
زندگی میکرده، اون کافری که توی شهر زندگی میکرده، اون پیش نماز بودش، همه مردم آقای نمونه شد، همون مطلب میشهر بگیدی، همه مردم بودی، یه آینه تمام نمای همه مردم. اگه اینجور میبود یه شهر میر زی شیرازی وقتی که ناصر دویش و از قفلت و ناآگاهی و بیخبری مردم با قدر عظمش استفاده میکنن و فرمیان این امتیازات رو به خارجی میدن، امتیاز هم با خورجی این شکل به مردم میدن، مردم بیخبر و ناآگاه، یک مردمانیون آگاه در مرحب در شهرهای دیگر مختلف میشن، در فریاد را بیندازن، مردم مختلف میشن، این شهر این شهر این شهر همچن سامرون نیزه شیرازی یک مختلف مردم قیام کردن، چی چی ها تو فرمات داردی تو؟ این نشون میده که در قومت باقیل یه ایمان حکم فرما بوده، یه حقیقت حکم فرما بوده. زحمت اون زمان ساعت دارمودندن نبودید، زحمت اون آقای نبودید بیرونید تاریخ بکنید، زحمت اون که همین جنگای بردار از قبل از جان میشنید 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 که می آقایم در اونجا به مردم تصویر میکردن بیرون که یه را یا مدرد بزنگی و اگر من حق ندارد به این خانه ها دیگه شما را در بردار نمیدنید نبودید دارم میدید. این حکایت میکنه از چی؟ ولی یک از جماعه ناصر دینش را سمبول زمانش نیست. مردم ناآگاه بودن بودن، این ناآگاه بودن خیلی شدید بودنه، مردم ناآگاه نگه میداشتن داستن ها و نمی که انسان ها همه شدید بودن، نمی که از شدید بودن اون نادشاه میگی از چله ها مناآگاه میشن. این خیلی زمان در ناصری مدرشان هم میلیار زمان خوش کردید، نه اینا چهرهای روی آب از نظر قرآن اینا چهرهای روی آب، این نجوم دعای تاریخی، این شخصیت های همچه این دور شخصیت هایی که نموزدن در تاریخ اینا چهرهای روی آب هم، شما اینا رو میلیار تجارت قرار ندید. اگر همه مردم شرارت نادر کارم داشتن از این جامعه وجود نمیدار با این بچه این جامعه ما رو بچه در اینا تمام مردم در رفت میکردیم. اگر همه مردم اینقدر شریر میبودن، اینقدر ظالم میبودن، اینقدر دستگاه میبودن، اینقدر کذاب میبودن، اینقدر چی بودن، اینقدر چی بودن، قرآن میگه این قابل جواب نیست، فورا غلاف میشه. این همه غلاف اقوام را به قرآن ذکر میکنه چیه؟ میگه این همه اقوام را آمدن وقتی که اکثریت مردم بر شدن ریزه بردن. پس اگر جوابم برآمد بدونید که اکثریت مردم فاسق نیستن، اقلیتی که فقرهای روی آب هم سپرد بدن، چهرهای روی آب هم سپرد بدن. خب این هم حضرت سوم که خاصیت سومی که از این عرض کنم که آیه کریمه ما استفاده می کنیم، خب زمینم معلوم میشه معنای این که باقیل از هم پیدا میشه، اونجا چه از آف پیدا میشه، همین که سایه از شهر پیدا میشه. معلوم میشه اگر حق این نبود باقیلی نبود، چون باقیل میخواد با ناحق زندگی بکنه، در سایه حق میخواد زندگی بکنه، در مرکز حق میخواد زندگی بکنه. حق روی آب جریان خودشو طی میکنه، وقتی که جریان خودشو طی میکنه در سرسرش با یه آلودگیها روبرو میشوم، زبالههای رم با خودش برمیداره، وقتی زبالهها که این طرف اون طرف میزنه یک چرهای خطوطی جنبی هم میشه. این دیگه لازمه اجرایی و لازمه اطلاع قدیری قدیری هم که میشه اطلاع پیدا شده این آب صافی زلال جاری و در بخار خودش حرکت میده. از این صدیان هم به لحظه ساره ندارم مرمان میکنم اظهار اسلام میکنم خوش میگذن این جایه مسلمی وقتی اندام این جلده این مسلمی کم کم به صورت مسلمان ها داریم کم کم از این معامل بودید
رسولی در همه اینها قرآن میخواد اصالت را در قاری با حق بدهد بدونم در دست را این را بکنم داخل میشه داخل وجود نداره اینجا داخل اصالت نداره داخل از نیروی حق را اعتراض میکنه نیروی حق را خود اعتراض میکنه را تو اگر این بندی اون دیگه چی نمیستن مقابل تو خب بسالله یا مالا مسلمان من بگرد در اون مصابیه اختراباتی اکثر اولی اشکال زمان اکثرم حتی یا آیم در علمتی جرفتاری خاصی که من دارم حتما ناخر نمیشم که بیان در اینجا اگر انشاءالله امیدوار اصلاحی پیدا کنم اون حتی بعدش بیان در اینجا دیگر کنم